صفت توحید گفت یارش کندرا ای جمله من نی مخالف چون گل و خاور چمن رشته یکتا شد غلط کم شد کنون گر دو تا بینی حروف کاف و نون کاف و نون همچون کمند آمد جذوب تا کشاند مر عدم را در خطوب پس دو تا باید کمندن در صور گرچه یکتا باشد آن دو در اثر گر دو پا گر چار پا ره را برد همچون مقراض دو تا یکتا برد آن دو همبازان گازر را ببین هست در ظاهر خلافی زان و زین آن یکی کرباس را در آب زد وان دگر همباز خشکش می کند باز او آن خشک را تر می کند گویی یا استیزه زد بر می تند لیک این دو زد استیزه نما یک دل و یک کار باشد در رضا هر نبی و هر ولی را مسلکی است لیک تا حق می برد جمله یکی است چون که جمع مستمع را خواب برد سنگ های آسیا را آب برد رفتن این آب فوق آسیاست رفتنش در آسیا بحر شماست چون شما را حاجت تاهون نماند آب را در جوی اصلی باز راند ناطقه سوی دهان تعلیم راست ورنه خود آن نطق را جوی جداست می رود بی بانگ و بی تکرارها تحت الانهار و تا گلزارها ای خدا جان را تو بنما آن مقام کندرو بی حرف می روید کلام تا که سازد جان پاک از سر قدم سوی عرصه دور پهنای عدم عرصه بس با گشاد و با فضا وین خیال و هست یابد زو نوا تنگتر آمد خیالات از عدم زان سبب باشد خیال اسباب غم باز هستی تنگتر بود از خیال زان شود در وی قمر همچون هلال باز هستی جهان حس و رنگ تنگتر آمد که زندانی است تنگ علت تنگی است ترکیب و عدد جانب ترکیب حسا می کشد جانب ترکیب حسها می کشد زان سوی حس عالم توحید دان گر یکی خواهی بدان جانب بران عمل کن یک فعل بود و نون و کاف در سخن افتاد و معنی بود صاف این سخن پایان ندارد بازگرد تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد